میمونم به این کوفته کباب. بفرمایید کوفته کبابو تا آخر ویدیو با من باش که یه کباب فوق‌العاده است. خب اینجا من یه گوشت مخلوط دارم. ببینید این گوشت مخلوطه خیلی طعم این کوفته کبابمونو بهتر میکنه، واسه اینکه اگه کامل گوشت گوسفندی استفاده بشه درصد چربیش میره بالا و طعمش خیلی قوی میشه. ممکنه یه سری ها دوست نداشته باشن، حالا کسایی که عاشق گوشت گوسفندی هن مشکلی براشون نداره. اینجا من 200 گرم گوشت سردست گوساله دارم به همراه 250 گرم گوشت سردست گوسفند که میبینید چربی هم داره. خب بریم اول پیازامونو چرخ کنیم. تو این کبابمون پیازو که چرخ میکنیم پیازو کامل آبشو نمیگیریم، یعنی تقریبا نیمه باید آب پیازو بگیریم، پیازو توفالش نکنیم که کبابمون آبدار بشه. 3 تا پیاز متوسط واسهش بسته. یکی از نکته هاش اینه که پیازو باید پیاز همچین خوب بزنید که کبابتون خشک نشه، از زدن پیاز نترسید. خب این پیازو میریزم داخل ظرف با دست که آروم آروم فشارش بدید، نکنید اینقدر آبش رو بگیرید کافیه. خب این میشه پیاز. چه پیاز تند و تیزی هم هست، قشنگ یه حالی به این چشمان ما داد. خب این گوشت رو میریزم توی این ظرف، نمک و فلفلش رو بهش میزنم. واسه 500 گرم گوشت ما 1 قاشق غذاخوری سرخالی نمک میخواییم. اینم فلفلش، جوز هندیشم رنده میکنم داخلش. جوز هندی حالا اجباری نیست ولی بزنید خیلی عطرشو خوب میکنه. خب اینم از این. پیازم میره داخل این. یه چیزی شبه کوبیده است، منتها دیگه اون مشکلی که ممکنه خیلی ها داشته باشن ترس از ریختن و اینا رو نداره. خب حالا این میره واسه یه چرخ. خب نگاه کنید ما این بافتو میخواییم، نگاه کنید بافتش خیلی نرم میشه، این میشه بافتش. قشنگم باید ورزش بدید. اینجا جاییه که جعفری رو بهش اضافه میکنم. میتونید از میکس جعفری و گشنیزم استفاده کنید. فقط ببین چقدر خوشگل شد. این گوش نگاه کن بعضی وقتا بلندش میکنی، نگاه کن یه تیکه هایی رو جا میذاره. خب الان تقریبا وسط مرحله ورز دادنه. این زمانی آماده است که شما این گوشت رو انقدر ورز میدی، کامل که ورش میداری کل گوشت رو با خودش ور میداره دیگه، یعنی کف ظرف چیزی جا نمیمونه. حالا الان نگاه کن من یه ذره دیگه اینو ورزش میدم. اولش که اصلا برمیداری نصفش میاد نصفش میمونه. یه خورده که ورزش میدید و به قول معروف کف مالش میکنید،
دیگه این انسجامش انقدر خوب میشه که نکن الان این گوشتو من زمانی که اینجوریش بکنم خب نکن گوشت میاد همش. این گوشت یعنی آماده است الان. نکن بازم یه ذره کار داره، بازم یه خوردش میمونه. نکن این زمانی خوبه که نکن همه رو ور میداره خودش، چربیشو یه مقداری داده به ظرف. اوکی نکن گوشتو ور میدارم، همه گوشت میاد. این یعنی گوشتو نگه میداره، اصطلاحا بهش میگن. اینم واسه اون موقعی که متوجه بشید کی ور دادنش آماده است. بذارید داخل یخچال یه تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه استراحت بکنه، بیایم ادامه کار. این مایه‌مون به دمای مورد نظر رسیده. نگاه کنید این دیگه حالا دست خودتونه، ولی هرچی سایزش تقریبا کوچیک‌تر باشه کوفتتون لذیذتر میشه. یه آب دست بذارید بغل دستتون، یه ذره دستتون رو خیس کنید، این کوفته ها رو همینجوری درست کنید. سعی کنید سر و تهش یه اندازه باشه، وسطش کلوف نباشه، تهاش نازک، که این پختش یه دست انجام بشه. خب نکن ما اینو لازم داریم، اینا رو همینجوری تا آخر درست میکنم. یه کوفته کباب درجه یکه، یعنی اصلا درست کن عاشقش میشی. برای درست کردنش هم حواستون باشه که از این ظرفای شیاردار ترجیحاً بدون روکش، من الان دارم توی چدن درستش میکنم، درستش کنید خیلی خوشتمتر میشه. قشنگ اینو میذارید روی اون شیارا، همونجا هم میچرخونید، خیلی چیز باحالی میشه. من رو ظرف گذاشتم اونجا گرم میشه. این یه خورده شباهت داره به اون سیستم کباب لولی، ولی با کباب لولی متفاوت. به این سر و تهش خیلی دقت کنید و انقدر این غذا خوشمزه و لذیذه، یعنی من خودم تو خونه درست میکنم خیلی وقتا. نازی خانم هم که عاشقشه. نازی خانم کوفته کباب خوبه یا نه؟ الان ظرفمون داغ شده، یه خورده روغن کفش اسپری میکنیم، خیلی کم. نکن قشنگ ظرف داغ شده. خب حالا کوفته رو میذاریم روی این شیارا. نگاه کنید همینجوری که اینجا شیارا هستن کوفته ها رو میچینیم. برگردوندنش اصلا عجله نکنید، خودش که آماده بشه رها میکنه. آبدار بودنش رو ببینید. ببین چه آبی داره، فقط یه چیز درجه یکی ها. یه گوجه هم من برش بزنم برای این. ببینید توی ساندویچ های حالت لقمه ای برش مثلثی همیشه خوشگل ترین برشه. برش مثلثی چیه؟ حالا من انواع برش ها هم توی ویدیو باز گرفتم آموزش دادم. اوسط دو نصف میکنیم، دوباره از اینجا دو نصف میکنیم، اینو برش میدیم. به این برش ها میگن برش های مثلثی. ببینید خب اینم از کوفته کبابا تقدیم به شما.
میتونید هم با برنج مصرف کنید، هم با مثل من یه دونه پیاز جعفری بذارید کنارش با نون لواش، اصلا یه چیز معرکه‌ای میشه، لقمه‌ایش خیلی بیشتر میچسبه. اگه با ویدیو حال کردی لایک این پایین رو یادت نره، حتما لایک بزن، با این کار به من کمک میکنی. کامنت انگلیسی زنگولرم بزن، کامنت انگلیسی باعث میشه که سابسکرایب ها نریزه. یادت هم نره که جات اینجاست، مخلص.